سلام، به برنامه چه خبر از ایران امروز خوش آمدین. احمد قابل، مجتهد و پژوهشگر دینی، لحظات سختی را سپری می کند. وضعیت شاگرد سابق آیت الله منتظری آنطور که به گوش می رسد اصلا خوب نیست. خبرهای زد و نقیزی از سلامت ایشان منتشر شده. هادی قابل، برادر احمد قابل، ساعت پیش در گفتگوی تلفنی با تلویزیون رها اعلام کرد که ایشان فقط به کمک دستگاه‌های بیمارستان تنفس می کند. بعد از این اخبار من از همکارم احمد رفعت خواهش کردم که به استودیو چه خبر از ایران بیان تا از او درباره کارها و فعالیت‌های احمد قابل بپرسم. آقای رفعت ممنونم که با ما همراه هستید. یه مقداری در مورد شخصیت آقای قابل دوست داشتیم بدونیم. ببینید، آقای قابل به جز اینکه همونطور که شمارش اشاره کردین یک پژوهشگر، یک مجتهد بود، یک روحانی بود که البته خلع لباس شده بود، ولی خب ایشون خودشون رو روحانی میدونستن، یکی از شریفترین روحانیونی بود که من در عمرم باشون آشنا شدم. ایشون همیشه در کنار کسانی بودند که مورد تهاجم قوانین نادرست و یا برخی از حوزه‌های قدرت تو ایران قرار می گرفتن. ایشون همیشه این حمایت رو داشتند و البته علاوه بر پژوهش‌های متعددی که در رابطه با مسائل دینی کردن، من به عنوان کسی که تخصصی در این زمینه نداره نمیتونم در موردش اظهار نظر کنم، ولی خب یک پژوهشگر دینی، یک روشنفکر به طور عام و یک روشنفکر دینی در جامعه مثل جامعه ایران، یعنی یک جامعه که دموکراسی، حتی حداقل دموکراسی هم در اون نیست، عملا تبدیل میشه به یک فعال سیاسی، حالا چه بخواد چه نخواد، یعنی مجبور میکنن در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر بکنه. آقای قابل تو این سالها همیشه موقعی که لازم بود دهن خودش رو نبست و حتی به قیمت از دست دادن جامعه روحانیت که بهش علاقه داشت، که هدف زندگیش بود از جوانی تا امروز، اونو ریسک کرد، اونو هزینه کرد، ولی حرفاشو زد و هر جا که میبایستی انتقاداتو به صورت واضح نسبت به جمهوری اسلامی ایران بگه کرد. بهای سنگینی هم پرداخت، نه تنها خلع لباس شد، مدتی مجبور شد کشور رو ترک کنه خودش و بعد به ایران بازگشت، چون تمام کسانی که خب به نوعی حرفایی که بهش اعتقاد دارن میزنن، حتی این مسئله رو با دستگیری و ظاهر شدن مقابل دادگاه روحانیت پرداخت کرد. فعالیت های آقای قابل چی بوده در این دوران؟ فعالیت های آقای قابل به عنوان یک پژوهشگر نوشتن بوده، حرف زدن بوده. ایشون هیچ گونه فعالیت سازمانی به اون صورت نداشته، ولی خب میدونیم که خیلی وقتا میگن یک حرف از یک شمشیر کارش بیشتره و به همین خاطرم احتمالاً آقای قابل مورد غضب حکومت قرار گرفت. من متاسفم که ایشون در ماه‌های اخیر به دلیل این بیماری که خورده خورده ایشون رو داشت از بین می‌برد و قدرتی نمی‌ذاشت که فعال باشه، از حضور در صحنه به نوعی محروم شده بود و نبود. من امیدوارم با توجه به اخبار زد و نقیزی که میرسه، که البته امید آنچنانی نیست، ولی خب آدم میگن اگه آدم امید نباشه برای چی زنده است، امیدوارم که معجزه رخ بده، معجزه پزشکی رخ بده و پزشکان بتونن آقای قابل رو به جهان ما بازگردونن و از این ماشین لعنتی بکنن و ایشون بتونه دوباره آزادانه تنفس کنه، همونطوری که همه ما دلون میخواییم در محیط آزاد تنفس کنیم. ممنونم از اینکه وقتتون رو گذاشتید. مرسی آقای رفعت. خواهش می‌کنم. رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی به 11 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. مهندس محمد توسلی در پی محاکمه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 11 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده. این فعال سیاسی ماه گذشته در دادگاه بدوی حاضر به دفاع از خود نشد و پرونده خود را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست. با پویان فخرایی گفتگویی کردیم در همین باره که با هم می‌بینیم.
مهندس محمد توسلی، عضو نهضت آزادی ایران، عضو شورای مرکزی و رئیس دفتر سیاسی نهضت هست. ایشون اولین شهردار تهران بعد از انقلاب بود به مدت 2 سال و فوق لیسانس مهندسی عمران و ترافیک خودش رو از امریکا گرفته. سالهای 50، 67، 69، 80، 88 و 90 زندانی شده. ایشون از چهره‌های ملی و سرشناس و صاحب نظر در حوزه‌های شهری و عمران هست. ایشون آبان ماه سال 90 بعد از امضای نامه 143 امضایی بازداشت شد. اتهامی که به ایشون وارد کردن جعل امضاهای نامه بود که این اتهام هیچ وقت ثابت نشد و اساسا در موردش هم نشد. هیچ کدوم از کسانی که امضا کرده با نامه رو امضای خودشون رو پس نگرفتن. این نامه خطاب به آقای خاتمی بود که وضعیت انتخابات و مجلس نهم رو تیر و تار تصویر کرده بودن که شرایط باز نخواهد شد. در هر صورت ایشون بازداشت آخرشون 7 ماه طول کشید و سال 91 آزاد شدن. این هم سال 4 اوایل سال 4 آزاد شدن و شهری برای محاکمه ایشون رو خواستن. شعبه 15 به ریاست آقای صحباتی ایشون رو محاکمه کردن ولی ایشون در دادگاه از خودشون دفاعی نکردن و تنها یه لایحه اعتراضی به دادگاه ایشون. نکته مورد توجه جالب توجه در دادگاه ایشون این بود که پرونده‌ای که به دادگاه ارائه شده پرونده بازداشت سال 88 هست. بازداشت سال 88 که بعد از انتخابات صورت گرفت، ایشون 45 روز زندان بودن تو سلول انفرادی بند 209. بعدن توسط قاضی مربوطه توسط بازپرس مختومه اعلام شد، اما دادگاه فعلی دوباره اون پرونده رو بازگشایی کرده و ایشون هم در مقابل این اعلام کردن که این پرونده فاقد وجاهت قانونی و توسط نیروهای امنیتی تنظیم شده و از خودشون دفاعی نکردن. حکمی که چند روز پیش در مورد ایشون اعلام شد 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی است. حتی این حکم دادگاه بدوی است و طبق چیزی که وکیلشون گفتن 20 روز وقت دارن که تجدید نظر کنن. قاعدتا این به دادگاه اعتراض خواهند کرد و برای تجدید نظر خواهد رفت. وزیر بهداشت میگوید ارز لازم برای واردات دارو در 6 ماه نخست امسال تامین نشده و بانک ها مقصر هستند. برخی دیگر از مسئولان تحریم ها را دلیل اصلی کمبود دارو در بازار عنوان می کنند. اما در این میان هیچ کدام از اظهارات پاسخگوی نیاز 6 میلیون بیمار بیماری های خاص نیست. پونه ایرانی نگاهی داشته به این مشکل. در جدیدترین اولویت بندی کالاها برای تخصیص ارز مرجع، دارو در اولویت دوم قرار گرفته است، اما لیست داروهای نایاب همچنان در حال افزایش است. جدی نگرفتن هشدارهای مسئولان مختلف در حوزه پزشکی و داروسازی که از ماه‌ها پیش شروع شده بود، سبب شده تا حوزه دارویی کشور خود به بیماری لاعلاج تبدیل شود. مشکلاتی که با تحریم‌های بین‌المللی برای واردات کالا ایجاد شد، واردات دارو را نیز در بر گرفت و مطابق آخرین گزارش از بازار، لیست داروهای نایاب وارداتی به 50 قلم و داروهای ساخت داخل به 40 قلم رسیده است. هشدار در مورد مشکلات حوزه دارو در ایران از سال پیش و با صحبت‌های دبیر سابق داروسازان آغاز شد، اما پیشبینی کمبود دارو نه به علت تحریم‌ها بلکه به دلیل مشکل نقدینگی اعلام شده بود. اما مسئولان با اعلام این که بودجه موجود بیشتر در زمینه صنعت داروسازی سرمایه گذاری می شود، از خودکفایی داروی کشور در آینده نزدیک خبر دادند. پیش از آغاز تحریم ها، 80% از مواد سازنده داروهای ساخت داخل از کشورهای دیگر وارد می شدند. پس از آغاز تحریم ها،
هرچند دارو در لیست تحریم های اعمال شده قرار نداشت، اما سخت‌تر شدن امکان معاملات بانکی به علت عدم امکان گشایش اعتبار ارزی، واردات دارو و مواد اولیه تولید آن را تقریبا غیر ممکن کرد. مشکلات مدیریتی دولت در تخصیص به موقع ارز به شرکت های وارد کننده نیز مزید بر علت شد تا بیشتر وارد کنندگان به علت مشکل نقدینگی خرید دارو را متوقف کنند یا جنس خریداری شده را با تأخیر وارد بازار کنند. برخی از وارد کنندگان برای جبران کمبود مواد اولیه به خرید از کشورهایی مانند هند و چین روی آوردند که سبب کاهش کیفیت داروهای ساخت داخل شده است. همزمان با نایاب شدن برخی داروها، داروهای موجود در بازار نیز با افزایش 30-40% قیمت روبرو بودند. نوسانات نرخ ارز عمده دلیل این افزایش قیمت است، هرچند استفاده از روش‌های غیربانکی مانند صرافی‌ها برای پرداخت پول به کارخانه‌های خارجی هزینه واردات و در نتیجه قیمت این کالاها را بالا برده است. بر اساس برنامه 4 و 5 توسعه، هزینه دارو به عنوان بخشی از هزینه‌های درمانی قرار بود تا 70% بر عهده دولت باشد، اما این قانون هیچگاه اجرا نشد و در تازه‌ترین صحبت‌های وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی، پرداخت هزینه‌های درمانی سبب شده تا حدود 7.5% از جمعیت کشور به زیر خط فقر بروند. مشکل صنعت دارو در ایران همچنان جدی است و علی‌رغم وعده‌های وزارت بهداشت مبنی بر عدم افزایش قیمت داروها با نوسانات ارز، قیمت داروهایی که هنوز نایاب نشده اند روزانه بالا می‌رود. در حالی که در آخرین جلسه اتحادیه اروپا بر سر تشدید فشارها علیه ایران، برخی اقلام دارویی نیز به لیست تحریم‌ها اضافه شده است، بحران دارویی در کشور به معضلی بدل شده که بحران ارز را تحت شعاع خود قرار داده است. خبرهای اسید پاشی در صفحات حوادث روزنامه به عضو ثابت تبدیل شدند. فاجعه‌ای که بعضی کارشناسان معتقدند به خاطر کافی نبودن مجازات تکرار می‌شوند و بعضی دیگر علت آن را در مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌دانند. تارا پارسا گزارش می‌دهد. این یک برنامه تکراری است. تکرار درد اما چیزی از آن کم نمی‌کند. دکتر فرهاد حافظی، دبیر علمی حمایش بین‌المللی سوختگی، می‌گوید ایران بالاترین آمار اسیدپاشی جهانی را به خود اختصاص داده است. اسید پاشی برای خیلی از ما تنها خبرهای جنجالی رسانه هاست و آخ گفتن بعد از دیدن چهره قربانیان. اومدن دم در صندوقه ماشینش رو باز کرده بود. من تو صندوقه ماشین فقط 2 جعبه کادویی دیدم. گفت که با شوخی خنده سر سر من داشت که آره چشماتو ببند تا چشماتو نبندی کادو بهت نمیدم. منم اطمینان بهش داشتم، فکر میکردم اصلا همچین کاری بکنه. چشامو بستم ولی دیگه تنها چیزی که احساس کردم سوزش بود. اوایل بعد از انقلاب که من تو دوران دبیرستان، فکر میکنم دوم سوم دبیرستان بودم، یکی از دخترهای مدرسه‌مون با یک پسری آشنا بود و این پسر به خاطر اینکه این دختر تقاضاش رو رد کرده بود برای دوستی، یه روزی از کنارش رد شده بود و با دوچرخه و به صورتش اسید پاشیده بود. این برای اینکه این دختر رو تا آخر عمرش صورتش رو ناقص کنه و امکان ازدواجش رو با کسای دیگه از بین ببره. ندای سبز آزادی می نویسد خریدن اسید کار سختی نیست. کافی است تا ناصرخسرو بروی و تنها چند هزار تومان هم در جیبت داشته باشی. اما سوال اینجاست که آیا تداوم موزل اسید پاشی در کشور مسئولان را به این فکر نینداخته که برای فروش این محصول محدودیت های ایجاد کنند؟ دانشجو رشته الکترونیک بودم. مجید موحدی هم دانشجو رشته الکترونیک بود. 3 هم کوچکتر از من هستن. من یه بار تو دانشگاه باشون دعوام شده و فقط همین چهرتن میشناختمشون ولی اسمن نه با هم دوست بودیم، نه با هم سلام علیک داشتیم، هیچی. مادرشون به من زنگ زدن، از من خواستگاری کردن که 1.5 سال هی زنگ زدن خواستگاری میکنن، جواب من نبود. هم که به من زنگ زدن گفتن که من تو رو میکشم اگه با من ازدواج نکنی و روزگارتو سیاه میکنم، دولت هم منو دار میزنه. مثلا فکر نمیکردم بخواد منو مثلا بسوزونه. و روز شب 19 ماه رمضان سال 1383 روزم بودم،
میخواستم برم شب احیا بود دعا کنم با برادرم قرار داشتیم. شب 19؟ بله شب 19 هم شب احیا. وقتی از شرکت خارج شدم احساس کردم یه چیزی پشتمه، فاصله گرفتم یه لحظه چشم مجید موحدی شدم، اصلا ترسیدم، بعد پاش قرمز اسید و پاشید تو صورتم. من فکر میکنم کسایی که به همچین اعمالی دست میزنن، حالا اسید پاشی باشه یا همسرکشی باشه یا کارهای این چنینی، کسایی هستن که نمیتونن نبشنون. یعنی آدمایی هستن که عادت کردن یا حالا یه جورایی به این که یک چیزی که بهش تمایل دارن در جواب مثبت براش بگیرن. خب این خیلی برمیگرده مسئله تربیتی. همه کسایی که متخصصین تعلیم و تربیت میگن که سرخوردگی هم یک بخشی از تربیت هست. یعنی شما نمیتونید همیشه به نیازهای یک کودک جواب مثبت بدین. کودک باید یه موقعی بفهمه که یک سری از نیازهاش جواب مثبت پیدا نخواهد کرد، به خاطر اینکه اصلا امکانش نیست. حالا این امکان یا از نظر مادی میتونه باشه یا اینکه به اصطلاح قوانینی که تو جامعه هست ایجاب میکنه که یک سری کارها رو انجام نتونه بده. مثلا یک توی بازی قرار نیست همیشه برنده باشه، بازنده باشه. خب یه سری آدم ها این بک‌گراند رو ندارن، یعنی یک همچین تجربه تو زندگیشون ندارن و آدم ها هستن که به شدت با سرخوردگی برخورد میکنن و با کوچکترین سرخوردگی توی به صلاح جواب مثبت گرفتن به نیازهاشون واکنش های این چنین نشون میدن و دست به اعمال جنایتکارانه مثل اسید پاشی و قتل و جرم های دیگه میزنن. نبود تعریف مشخص از بزه اسیدپاشی سبب شده قاضی‌ها همچنان به قانون مجازات اسیدپاشی سال 1337 مراجعه کنند که بر اساس آن مجازات اسیدپاشی 4 نوع است. بیشتر قربانیان اسیدپاشی زنان و دختران هستند، اما مردان هم گاهی به خاطر کینه‌جویی‌های شخصی، اختلافات خانوادگی و خیانت به همسر یا به دلیل کشمکش‌های مالی قربانی اسیدپاشی می‌شوند. اگه بخوایم به قربانیان این جنایات بپردازیم، به نظر من کسایی که این اسید روشون ریخته شده و این رو تجربه کردن، این فاجعه برشون اتفاق افتاده شده، از نظر روحی روانی هم صدمه میبینن. از نظر جسمی که صدمه حتمی هست، اکثر اوقات صورتشون کاملا از بین رفته است، میدونن که هیچ وقت دیگه امکان این که بتونن وارد یه رابطه جدیدی بشن. اکثرا زنایی هستن که حتی تو دوران مجردی این اتفاق برشون افتاده، یعنی قبل از این که حتی بتونن توی رابطه عاطفی وارد بشن، کسی دیگر رو پیدا بکنن، این اتفاق براشون افتاده. یا اینکه کسایی هستن که تو رابطه بودن و به طرف گفتن نه ما دیگه تو رو نمیخوایم و بعد طرف این کارو براشون کرده، که خیلی هاشون هم بچه دارن، یعنی همسر سابق، حالا پدر شوهر، توی مواردی داشتیم بیا یکی از افراد خانواده شوهر اومدن این کارو براشون کردن. به هر صورت این تجربه یک تروما هست در زندگی شخص و هیچ وقت نمیتونه این رو، حتی اگه زنده بمونه، بتونه از ذهن خودش خارج بکنه. مثلا اکثر اوقات آدمایی هستن که شب دچار کابوس میشن، روابط اجتماعیشون دچار اختلال میشه. خیلی اوقات وقتی به سالگرد اون حادثه میرسن دچار افسردگی های شدید هستن، حالشون بد میشه، تمام به اصطلاح مشکلات فیزیکی حتی که از مسائل جانبی وارد شدن یه ترومای روحی هست به آدم ها، خیلی اوقات تو سالها بعد حتی تو سالگرد اون فاجعه به سراغشون میاد. و اینکه آدمایی هستن که برسا به خاطر ظاهری که پیدا میکنن تو جامعه دیگه جایگاه خودشون رو از دست میدن، یعنی به آدمای بسیار منزوی مبدل میشن، مجبورن توی خونه بمونن، شرایط اجتماعیشون رو از دست میدن و خود همین شرایط اجتماعی نداشتن حتی برای انسانی که یک صورت عادی داره و ناتوانی‌های جسمی نداره، خودش یک عامل افسردگی بسیار شدید میتونه باشه، چه برسه به این که آدمی که احساس کنه حتی خودش رو نمیتونه به کس دیگه نشون بده. و ممکن یک سری توانایی‌های شغلی و مثلا هنری داشته باشن که این از دست دادن بینایی یا شنوایی یا به اصطلاح شرایط فیزیکیشون باعث بشه که دیگه هیچ وقت نتونن به اون کارشون مثل سابق ادامه بدن و در نتیجه این برمیگرده به یک نوع از دست دادن.
یک از دست دادن یه سری توانایی که یک زمانی بوده و الان نیست و باهاش کنار اومدن واقعا کار بسیار سختی هست، چون هیچ پروسه دیگه نمیتونه تقریبا بهشون کمک کنه، چون این چیزایی هستش که به دست نمیتونن دیگه بیارنش. به نظر میرسد بعد از همه این سالها و خبرساز شدن موارد نچندان کم اسید پاشی که معمولا هم مشابه هستند، وقت آن رسیده که مسئولین به چرایی این فاجعه و راه‌های جلوگیری از آن بیاندیشند. به هر حال هیچ فردی از لحاظ کروموزومی یا ذاتاً مجرم نیست و وقتی در درون جامعه رشد می‌کند، انگیزه ها و ویژگی های روانی از شکل می‌گیرد. فاجعه ای که به جز جسم و ظاهر باطن و روح قربانیانش را هم هدف می‌گیرد. از نابینه 100% من هنوز مطلع نیست، یعنی نمیتونم به زبون بیارم که نمیبینم. وقتی با ذوق و شوق نقاشیاش میاره نشون من بده بگم نمیبینم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودین. به آرزوی سلامتی برای احمد قابل. ممنونم، شب روزتون بخیر.